بزرگ مادر بزرگ ها رو میفرستن اونجا، جووناشون که اونجا ازدواج کردن میخوان برن سر کار، بچه ها رو پدر بزرگ مادر بزرگ ها نگه میدارن، اینا که دیگه امکان زبان آلمانی یاد گرفتن ندارن این پدر مادر ها، پدر بزرگ مادر بزرگ ها، اون بچه رو ترکیه ای تربیت میکنن، یعنی زبان ترکیه ای، فرهنگ ترکیه ای، و نمیره مهد کودک و آلمان دچار مشکل از این قضیه و موارد از این دست. خب شمال کشور، شمال آفریقا هم دارن روی فرانسه کار میکنن. اروپا به طور چشمگیری تو 50 سال آینده توسط ملت مردم کشورهای دیگه و از سایر قاره ها اشغال خواهد شد. سوئد الان 9 میلیون جمعیت داره، جنگ جهانی دوم حدود 7 خورده میلیون بوده، یعنی توی 50 60 سال 1.5 میلیون بیشتر جمعیت اضافه نکرده، رشد منفی دارن. اینها تمامشون در واقع اداره مهاجرتشون سالانه واردات داره، استرالیا 200 هزار نفر، خود سوئد 150 هزار نفر، کانادا 150 تا 200 هزار نفر، کشور دانمارک حدود 100 هزار نفر، 100 تا 150 هزار نفر، سوئد به همین نسبت. یعنی اینا چون کمبود جمعیت دارن سالانه مجبورن مهاجر بپذیرن، مهاجر جوان تحصیل کرده که بتونن کارهاشون رو انجام بدن. لذا این کشورها بی سر صدا توی 50 سال آینده اشغال خواهند شد. هرچی هم سیاست های حمایتی رو، تشویقی رو برای بچه دار شدن رو دنبال میکنن، هیچ جوابی نمیگیرن. حتی 10 سال پیش آمریکایی‌ها مجبور شدن یک عروسک باربی درست کنن که خب چون عروسک باربی خیلی هیکلش قلمی بود و هیچ وقت هم تو تمام داستانهاش و عکسا و تصاویرش دوست پسرش کن درسته که همراهش بود، اما هیچ وقت احساس بچه دار شدن و اینها نداشت و ترکیب هیکلش به هم میخورد بخواست بچه دار بشه. آمدن یک عروسک باربی درست کردن که این بچه دار میشد، بچه کوچیکی داشت و دختر بچه‌هایی که با این بازی میکردن تو قلب همزادپنداری کنن، احساس مادری بهشون دست بده و ترغیب بشن برای بچه دار شدن. حتی این کار رو هم که آمریکایی‌ها پیگیری کردن برای اروپایی‌ها، یعنی دست به دامن اولیا مخدره خانم باربی شدن، نجاتی براشون رقم نخورد. پس اولین مشکل و معضل این کشورها اینه که به سرعت رشد جمعیتشون پیر میشه و رشد منفی دارن پیدا میکنن، اما در درون ماهیت تمدنی فقط تمدن جهان اسلامی که به سرعت زاد و ولدش داره زیاد میشه. و ایران هم درسته که کاهش جمعیت داشتیم و کنترل شده، اما همچنان ما وضعیت زاد و ولدمون تا سال 1414 وضعیت روتین و مناسبیه. این ثقل نشون میده که ما سال 1414 از نظر حجم جمعیت بخش عمده ای از افرادی که تربیت میکنیم رو میتونیم به عنوان بدنهای مدیریتی بفرستیم، یعنی مغز افزار صادر کنیم. الان میگیم فرار مغزها، اون موقع حساب شده صادرات مغز داشته باشیم و صادرات نیروی فکری و مدیر. این چارچوبی است که نشون میده ما به سمت شرق نمیتونیم نزدیک بشیم، به سمت غرب. اما غرب رو یک نگاه کلی بهش داشته باشیم در بحث باختر میانه. به طور مشخص نکته‌ای که خیلی اهمیت داره اینه که ما دو تا غرب داریم، یه غرب مسیحی، یه غرب یهودی. به اینجاها میگن غرب، به اروپا، آمریکای شمالی، استرالیا و نیوزیلند و رژیم صهیونیستی. غرب یهودی که ما هیچ کاری باش نداریم، قاسبه، اصلا حرفی باش نداریم بزنیم، میگیم غرب بعید. غرب قریب غربیست که مسیحیه. غرب مسیحی به سه بخش تقسیم میشه: غرب کاتولیک، ارتودکس، غرب پروتستان و غرب پروتستان و آوانجلیکال، انگلیکن. غرب اول که غرب کاتولیک و پروتستانه، غرب کاتولیکش اروپای جنوبی شامل پرتغال، کشور پرتغال، کشور اسپانیا، کشور فرانسه، کشور ایتالیا با مرکزیت فرانسه، یکی از اون ثقلا. غرب ارتودکس از یونان آغاز میشه، کل کشورهای شرق آسیا و روسیه تا کشورهای در واقع بلاروس و مولداوی و اوکراین و لیتونی، لتوانی، استونی، این مجموعه را ما بهش میگیم غرب ارتودکس با ثقل روسیه. غرب نزدیک این دوتا هن، یعنی غرب ارتودکس و کاتولیک، به این میگیم غرب نزدیک، باختر نزدیک. یعنی حالا اینجا ایران رو گذاشتیم وسط،
سوزن پرگار رو مفهوم ایران دایره اولی که ترسیم کردیم، غرب نزدیک، غرب نزدیک ثقلش میشه روسیه و فرانسه، کشورهای کاتولیک در اروپا و کشورهای ارتودکس از یونان تا شمال کشورهای بالتیک. غرب میانه یا باختر میانه کشورهای پروتستانی هستند که شامل ایسلند، دانمارک، نروژ، بخشی از فنلاند، کشور سوئد، آلمان، اتریش، هلند، لوکزامبورگ، لیختنشتاین. این مجموعه را بهش میگیم غرب میانه، که غرب میانه یا باختر میانه میدل وست مجموعه است که مرکزیتش با آلمان تعریف میشه. حالا شما متوجه میشید چرا رئیس جمهور اینقدر اصرار داره که آلمان رو از زیر یوغ این فشاری که داره بهش میاد به خاطر هولوکاست نجات بده. هلموت کول، صدر اعظم پیشین اسبق، یعنی قبل از آقای گرهارد شرودر، صدر اعظم قبلیشون آقای هلموت کول، چند ماه قبل در دیدار با تجار ایرانی، شام ضیافتی که با تجار ایرانی داشته، گفته بود ما 55 ساله که اسیر این کلمه ایم، یعنی شمشیر داموکلس گشتن بالا سرمون آنگلو ساکسون های انگلیسی آمریکایی و یهودی ها، به ما میگن آقا شما کشتید، تا میخوام تکون بخوریم، تا آلمان میخواد سر بلند کنه، هی یادش میارن جنایتی شده، حالا جنایت براش موزه کردن، هی به یادش بیارن که تو جنایت کردی، حالا اون نسل قبلی جنایت کرده، این نسل چه گناهی داره، چرا اینا بعد حالا هی تاوانشو بدن. از این جهت اصراری که سیاست خارجی ایران الان داره برای اینکه این فشار از رو دوش آلمان برداره، درسته واکنش مرکل و دیگران اولش منفی بود، اما به شدت اساتید دانشگاه های آلمان و مجموعه دیگرشون به این قضیه سمپاتی پیدا کردن و مسئله شده اصلا اونجا و در آینده هم طبیعتا تقویت خواهد شد. ببینید نکته اینه که غرب ماهیت یک پارچه فرهنگی داره از نظر اومانیزم، اما همونجوری که اونا اومدن تو منافعشون جهان رو تقسیم کردن، ما هم باید جهان رو تقسیم کنیم، باید تقسیم بندی های منطقه‌ای در راستای منافع ثقل مرکزی یعنی ایران و جهان اسلام تعامل داشته باشیم. نسل شما باید تفکیک کنه این قضایا رو. خب چطور باید تفکیک کنید این موضوع رو؟ اینجوریه شکل قضیه که با فرانسه و روسیه باید در غرب نزدیک کار کرد، با آلمان در غرب میانه، در خاور، در باختر میانه بزرگ، اونجا اگر آلمان رو بشه این شمشیر داموکلس یهودی ها و آنگلو ساکسون ها رو از بالای سرشون ورداشت، این آلمان دوباره پتانسیل داره که برجسته بشه بیاد بالا. میمونه غرب دور، غرب دور غرب آنگلو ساکسونه، آن سوی مانش، یعنی میرید از قاره بیرون شامل انگلستان، برید آن سوی اقیانوس اطلس کانادا و آمریکا، و آن سوی اقیانوس آرام استرالیا و نیوزیلند. این 5 تا کشور آنگلو ساکسون و بخشی از ایرلند، این 5 تا کشور اصطلاحاً غرب دور نامیده میشن. پس ما یک غرب نزدیک داشتیم که کاتولیک ارتودکس بود با ثقل روسیه و فرانسه، یک غرب میانه داریم با ثقل آلمان که همه پروتستانن، یک غرب مسیحی دیگه داریم که پروتستان انگلیکن آوانجلیکاله که میشه کشورهای آنگلو ساکسون. غرب دور یک کشوره، انگلیس، شامل آمریکا و کانادا و استرالیا و نیوزیلند. لذا سیاست واحد باید در مقابلشون اعمال بشه. اینا 5 تا کشور نیستن، یه ماهیت یک پارچه دارن. اصلا بعضی از اینا که فرماندارشون رو ملکه انگلیس منصوب میکنه. اونی که بهتر میشه توی غرب باهاش کار کرد غرب میانه است. غرب میانه اگر صورت گرفت بین این دوتا غرب انشقاق ایجاد کرده، پتانسیل غرب میانه باید روبروی غرب آینده اون سقف‌ها قرار بگیره. پس در تنظیم نسبت روی ژاپن و چین نمیشه کار کرد. ژاپن و چین به دلیل مشکلات جمعیتی، منابع و غیره در آینده بسیار دچار بحران و معضل هستن. کشور هند تا سال 14 جمعیتش از چین هم میزنه جلو، همین الان داره یواش یواش برابری میکنه. کشور هند در آینده خیلی مشکلات ایجاد میکنه. دو کشور پیرامونیش یعنی بنگلادش و کشور پاکستان هم زاد و ولدشون خیلی زیاده،
کشوراشون کوچیکن، یعنی الان بالای 150